or that the testimony you're about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. شهادت سام صالح‌پور از مهندسان ارشد و مدیران فنی خط تولید بوئینگ در برابر کمیته فرعی صنایع آمریکا ابهامات زیادی در زمینه سوابق ناپدید شده سانحه جدا شدن یکی از قطعات بدنه بوئینگ 737 مکس 9 در دی ماه گذشته به وجود آورد. آقای صالح‌پور در شهادت رسمی روز چهارشنبه در صنایع آمریکا گفت مسئول بوئینگ را در جریان نقص شکاف میان قطعات بدنه هواپیما قرار داده بود ولی اطلاعات ایمنی خاصی در اختیار او قرار نگرفته بود. من امروز به اجبار اینجا نیستم. آمدم چون احساس می‌کردم باید قدم جلو بگذارم و دوباره شاهد سقوط هواپیمای 787 و 777 نباشیم. به طور جدی نگران هواپیماهای 777 و 787 هستم و حاضرم به قیمت زندگی حرفه‌ای‌ام حرفم را بزنم. آقای صالح‌پور مهندس ایرانی تبار یکی از سه کارمند ارشد بوئینگ است که در مورد عدم رعایت کامل معیارهای ایمنی در خط تولید بوئینگ در آمریکا افشاگری کرده است. من با تجزیه و تحلیل داده‌های خود بوئینگ به این نتیجه رسیدم که این شرکت در برنامه تولید 787 از میانبرهایی استفاده می‌کند که ممکن است ایمنی هواپیما و چرخه حیات هواپیما را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. از سال 2013 مشکلات جدی و هزاران شکاف در مونتاژ 787 وجود داشته که آنها را به درستی برطرف نکرده بودند. بوئینگ روز چهارشنبه در واکنش به شهادت سام صالح‌پور در بیانیه‌ای ضمن دفاع از ایمنی هواپیماهای خود خاطرنشان کرد که ناوگان هواپیماهای 787 بیش از 850 میلیون مسافر و هواپیماهای 777 بیش از 3 میلیارد و 900 میلیون نفر را در سراسر جهان با خیال راحت و به طور امن جابجا کرده و همه هواپیماهایش با معیارها و دستور عملهای صلاحیت پروازی بین‌المللی مطابقت دارند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.